این وایس رو میگیرم چون فکر میکنم لازمه یه سری مسائل رو شفاف کنم قبل از اینکه به ادامه کار برسیم. شهریور 1401 عکسای سروش لشکری با مجاهدین به دستم رسید و با بقیه اعضا به این نتیجه رسیدیم که دیگه تو ملتفت نباشه تا کسی نتونه به ملتفت وصله مجاهدین بچسبونه. این مسئله همزمان شد با انقلاب زن زندگی آزادی. ما دیدیم تو بهبای انقلاب و کشته شدن مردم فرصت نیست به این مسئله بپردازیم، غافل از اینکه سروش لشکری خیلی کثیف‌تر از این حرفاست. وسط انقلاب ایشون با همسرش حضوری میره پیش اعضای مجاهدین در استرالیا. 21 آذر 1401 توییت میکنه عضو هیچ گروه هنری نیست و دقیقا فردای اون روز مجاهدین شروع میکنه به استفاده مکرر از لفظ سرخم قدغن به عنوان شعار تبلیغاتیش. من عمومی به مجاهدین گفتم حق ندارن از شعرام استفاده کنم و پشت دادم به رجوی و لچکش. 15 دی 1401 سروش لشکری و آزاده اکبری یکی از پلیدترین نوشه‌های خودشون رو که سابقه همکاری مستقیم با جمهوری اسلامی داره میفرستن جلو تا دروغایی که نوشته بودن رو منتشر کنه. اینا به خوبی میدونستن که در مورد 1500 تصویر ما نقشی جز حمایت کردن نداریم و افراد دیگه ای مسئولن. این مسئله را حتی عمومی هم بیان کرده بودیم. برای تو متنی که برای نوشه‌شون نوشته بودن مهدیار رو همه کاره 1500 تصویر معرفی میکنن. جالبه که در یکی از همین استوریا هم شکایت میکنن که چرا ملتفت ضد مجاهدین موضع گرفته و به لچک رجوی توهین میکنن. از فردای اون روز رسانه‌های جمهوری اسلامی شروع کردن مطلب زدن ضد مهدیار 1500 تصویر بر اساس چیزایی که این دو بی‌شرف از طریق نوچه‌شون منتشر کرده بودن. 14 بهمن 1401 سروش لشکری بی‌شرفی خودشو به اوج میرسونه و مثل یه سایبری تمام عیار وسط انقلاب توییت میزنه میگه 1500 تصویری که یه سری آدم داوطلبن که دارن علیه جمهوری اسلامی مجانی می‌جنگن اولویتاشون اولویتای مردم نیست. آخر بهمن 1401 مجاهدین لفظ سرخم قلقن رو از اینترنت هم فراتر میبره و میکنه پلاکارد تظاهراتی تو خیابون. 21 فروردین 1402 این آقا حقارت خودش رو به طرز شگفت‌انگیزی به نمایش میذاره و میره تو گروه هواداران ملتفت تو توییتر یه خروار دروغ میبافه، از جمله اینکه با قاف به دلیل امنیتی در تماس نیست، نه اینکه قاف سالا سر کلاهبرداری یا شاس حسامجی و غیره ریده بهش و جوابشو نمیده. مجاهد بودن همسر این آدم به کنار، این آدم کسیه که سر انتخابات 84 از رفسنجانی هرم لقمه مستقیم پول میگیره براش با آهنگسازی شاهین پژوم آهنگی به نام با هم رو میسازه. حالا انتخاب چیه؟ حق ماست، نمیخوایم بذاریم بیاد بالا هر کی خواست. من از بین بد و بدتر انتخابم بده، این نظر من بود، حالا خوبه یا که بده. و تا لحظه آخری هم که ایران بوده چپ و راست مراسم حکومتی و صدا و سیما و جشن رمضان و غیره بوده. مهدیار رو مجبور میکنه تا یه روز خوب میاد صدا شریعتی بذاره، از اون بر باش دعوا رو میندازه که چرا همزمان با آهنگ اصلاح طلبانه زن ستیز دخترم واسه شام میز بچین مؤذن اذان بگو آهنگ ایران ایران رو برای من ساخته که ضد حکومته. دعوا میکنه که چرا تو آلبوم عد به خاتمی جونش توهین کردیم و گفتیم از داخل فاشیست نما وعده های خاتمی، بعد به عنوان پناهنده سیاسی تونسته بدون پاسپورت تو لندن رای بده و عکس بگیره پخش کنه. تا همین چند وقت پیش هم علنن بزرگترین دغدغه‌ش این بود که مسلمان خوبی باشه با اینکه سخته و اینکه وقت آخونده مورد خشونت واقع نشن. وسط انقلاب هم دغدغه‌ش زدن ملتفت و 1500 تصویره. تجربه ثابت کرده این آدم همیشه دنبال اعتباره که تش بتونه سر به زنگاه مهم ضد مردم دستی بکشه. به هر حال در این نقطه که مستقیما هوادارا رو درگیر کثافت‌کاری‌های خودش کرد، من بالاخره بعد از ماه‌ها تخریبای این آدم و خوراک دادناش به مجاهدین و جمهوری اسلامی قضیه رو عمومی کردم. حالا بریم سراغ چیزایی که در جواب به ارتباطشون با مجاهدین گفتن. آزاد اکبری که خودش اعتراف کرده کمپ اشرف رفت آمد داره. کلن جوابش خیلی جالبه، میگه نتونسته پدر مادرشو قانع کنه بی خیال مجاهدین شن، یه جای دیگه‌ش هم میگه فارسیش ضعیفه.
سوالی که مطرح اینه که ایشون که حتی مادر پدر خودش هم نتونسته قانع کنه مجاهد نباشن، با فارسی ضعیفش میره توی کمپ اشرف بقیه مجاهدای دو آتیشه تو کمپ رو منصرف کنه. بعد کمپ اشرف باغ وحش ایشون توریستی میرن، میره کمپ اشرف چه کمکی میکنه؟ کامپیوترهای کمپ رو درست میکنه برای مجاهدا، آمپول میزنه، چیکار میکنه؟ یه جا هم نوشته حسابم رو سعی نکرده ببنده. دوست خودشون توضیح داده که چجوری برای اهداف شخصی از وقت و امکانات حیاتی که برای امنیت بازداشتی‌ها در نظر گرفته شده سوء استفاده میکنه که چپ و راست درخواست بده حساب منو ببندن. سروش لشکری هم که بخش اعظمی از جوابش سری جوک بی ربطه، مثل اینکه ملتفت که کلا متشکل از 4 تا دونه هنرمنده یه فرقه است که هدفش اینه که کوچکترین عضوشو بپرسته. از اون برم سروش نرخر توسط مهدیار که خودش یه بچه 15 16 ساله بوده وقتی سروش رفته سراغش، داشته گول می‌خورده و گسلایت می‌شده و یه سری توضیح دیگه که از ویکی‌پدیا کپی کرده آقای دکتر. یه چیز دیگه که بافته اینه که رابطه عاطفی باعث میشه نتونه ارتباطشو با مجاهدین قطع کنه، ولی خودش به مردم فتوا میده رابطهشون رو باس با آشناهای مرددار قطع کنه. اما مثل که خودش بشینه دم به دقیقه وسط انقلاب با اعضای مجاهدین دل و قلبه بده و اطلاعات رد و بدل کنه اشکال نداره. یه قسمت دیگه جواب جفتشون همین دروغه که فقط فلانی میدونسته و به من گفته. ارتباط اینا با مجاهدین چیزیه که برانداز تا حکومتی سالهاست دارن کف توییتر راجبش حرف میزنن. فقط من خر تو همین شهر برای قضیه خبردار نبودم، توسط اونی هم که اینا میگن خبردار نشدم. خانواده‌شون چپ و راست تو صفحه‌های عمومیشون دارن تبلیغ مجاهدین میکنن کنار عکس سروشیش که است، بعد میخوام به گوش من نرسه. یه قسمت دیگه که خیلی جالبه اینه که این آقا به گفته خودش آلبوم حق رو نشنیده، خصوصا آهنگ طواف رو نشنیده که توش لفظ سرخم قدغنه که داده به فامیلای مجاهدش. بعد حالا نوشتم این آهنگ طواف که نشنیده در متن مریم فیروزه، یعنی من وقتی توی مصرع گفتم مریم فیروزم نه باج نمیدم، یعنی وقتی میگم مریم فیروز نیستم که باج بدم به امثال خمینی یا خر دیگه ای، یعنی آهنگ در متن مریم فیروزه. که خیلی من یاد سایبریای نابغه انداخت که میگفتن آهنگ قاسم کجایی در متن قاسم سلیمانیه. یه خوزعبل دیگه‌ش هم اینه که من چون اسمم فداییه و چند تا جوان رو از یه تشکل هنری به اسم چریک استوری کردم، پس چریک فدایی خلقم و توده‌ای و کمونیست و الوبل. دلیلی که اسمم فداییه اینه که از وقتی که یادم میاد پدر و مادرم از هم جدا بودن و همیشه به نظرم حق با مادرم بوده و خیلی بهش ظلم شده. نام خانوادگی مادرم فداییه و من به خاطر احترامم به ایشون اسم هنریم رو فدایی گذاشتم. حالا بریم ببینیم مادرم چریک فدایی خلق یا کمونیست یا چی. من خودم هیچ کاری به هیچ گروه دستبندی ندارم. من اینجا واسه گرفتن انتقام خون رفقام و جمهوری اسلامی هر کیم بخواد صد راهم بشه نابودش میکنم.